با سلام های بسیار گرم خدمت بینندگان عزیز برنامه رهایی زن، مینو همتی هستم و امیدوارم هفته ای رو که پیش رو دارید هفته بسیار خوبی برای یکایی که شما عزیزان باشه. برنامه ما بر طبق روال هر هفته جمعه ها از طریق کانال یک پخش میشه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت تهران و در روز شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر باز پخش میشه. لطف کنید روز زمان پخش و بازپخش برنامه رو به علاقمندان برنامه رهایی زن و خصوصا فعالین حقوق زنان هم اطلاع بدید پیشاپیش از عزیزانی که در هفته گذشته از طریق ایمیل، تلفن‌ها، پیامگیر با ما تماس گرفتن. بسیار سپاسگزار هستم. مطمئنا اخبار و اونچه که برای ما ارسال می‌کنید به دست ما میرسه و تا اونجا که به خود ما مربوط باشه پخش خواهیم کرد به مرور زمان و تا اونجایی که نتونیم برای اون مقدور نباشه مطمئن باشید که به رسانه های دیگه ارسال خواهد شد. باز هم از ارتباطی که با ما میگیرید سپاسگزارم، کماکان با ما در ارتباط باشید. و اما در برنامه امشب ما بارها و بارها از همین برنامه شما بینندگان عزیز رو از وضعیتی که پناهجویان ایرانی در کشورهای هم جوار ایران با اون دست به گریبان هستن مطلع کردیم و بارها به موضوع پیگردهای امنیتی پناهجویان توسط ماموران رژیم اسلامی پرداختیم. لیکن اخیراً با موردی برخورد کردیم که از زوایای مختلف حائز اهمیته. مطلع شدیم که یک خانواده پناهجو به مدت بیش از 200 روز هستش که در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در شهر اربیل در کردستان عراق چادر زدن تا شاید به وضعیت امنیتی ایشون توجه بشه. قابل ذکر هستش که همسر ایشون یعنی خانم پخشان در این چادر وضع حمل کردن، دچار بیماری شدن و راهی بیمارستان کردند. و همسر خانم پخشان آقای سعدی علی پناه از سر استیصال اعلام کردند که اگر مسئولین UNHCR به درخواست‌های مکرر ایشون پاسخ مثبت ندن پاهای خودشون رو سیمان بگیرن. ما تونستیم با همکاری انسان‌های نودوست در آن دیار با این خانواده تماس بگیریم و با انجام مصاحبه تصویر داستان غم‌انگیز این خانواده رو با شما سهیم بشیم. در خلال این گفتگو همچنین متوجه شدیم که رژیم اسلامی از آقای علی پناه ساکن مریوان ایران میخواد که در رفت آمداش به کردستان عراق که جهت امرار معاش انجام میگرفته برای رژیم اسلامی جاسوسی کنه و وقتی ایشون از این کار سر باز میزنه وی رو زندانی میکنن، شکنجه میکنن. آقای سعدی علی پناه برای پایان یافتن شکنجه ها تعهد همکاری میده و بعد از اینکه آزاد میشه به همراه همسر و فرزندانشون میان به کردستان عراق و سازمان ملل درخواست پناهندگی میکنن. نکته مهم اینجا هستش که در اونجا مامورین رژیم دست از سر این خانواده بر نمیدارن و اذیت و آزار خانوادهش مبادرت میکنن، ایشون رو به مرگ تهدید میکنن و با همسر و فرزندانشون ایشون مجبور میشه که برای حفظ امنیت خودش و دست رد زدن به سینه جاسوسان رژیم اسلامی به چادر زدن در مقابل دفتر سازمان ملل مبادرت کنند. گفته های این خانواده زحمتکش و دردمند بسیاره و فرصت ما برای پخش کامل گفته های این عزیزان کوتاه. لذا به پخش گوشه های از این گفتگو بسنده می کنیم تا جهانیان بدانند که رژیم اسلامی با شهروندانش چه می کنه و دفاتر سازمان ملل در کشورهای همجوار در حفظ جان پناهجویان به چه ترتیبی کوتاهی می کنه. امیدوارم که مسئولین سازمان ملل در این مناطق به فوریت به این چنین پرونده های رسیدگی بکنن و مانع از وقوع هر گونه تراژدی بشن. توجهتون رو به گفتمانی که دارم جلب میکنم.